اولا که قصد نباشیم برنامه خیلی خوبی بود و از این برنامه میخوام که بیشتر داشته باشیم و بتونیم واقعا تبادل نظر کنیم. مردم ایران چه خارج چه داخل احتیاج دارن که احزاب سیاسی نظرات متفاوت رو بشنون و از همین الانه که تصمیم میگیرن برای آینده شد. نمیتونیم فقط منتظر بشیم که انقلاب بشه بعد بیان احزاب فعالیت کنن و مردم رای بدن. سوال من از آقای مریدیه، چون این مطرح کردن مریدی که بعدا الان اختلاف ها یا تبادل نظر هر چی الان میتونیم اسمش بذاریم بذاریم احزاب سیاسی کنار و بعدا انقلاب شد مردم میان گروه های سیاسی آزاد بشن، از الان گروه های سیاسی برن سر میبرن. من سوال از آقای مریدی اینه، چطور میشه جلوی فاشیسم رو گرفت و چطور میشه نظرت ابلاغ نکرد و از الان نگفت از راهی که داره میره جریان سیاسی ممکنه به بیراهه بره؟ اینجاست که ما باید جلوشو بگیره. احزاب سیاسی موظفه خلقشو نظرشو انقلاب زن زندگی آزادی از الان بگه سر چی چی نیست. اینجاست که به نظر من باید احزاب سیاسی همین کانادا هم خود کانادا هم احزاب سیاسی میان نظراتشون میگن، منتظر نمیشن تا رای گیری بیفته سر رای گیری. کل سال چند سالی که توی قدرت هستن توی پارلمان ام دی پی مثلا میاد میگه نظر من اینه، خانم الان اسمش یادم رفت ولی خب میاد نظرش دو سال میگه. اپوزیسیون جرمی دیگه است. چندان انتظار به موقع موردی که از الان حساب سیاسی نگم، هیچی نگم و منتظر بشن با هم ساکت 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 جلو بریم بعد از انقلاب بیان بگیم نظرات. یک میره سوال بمونم از حمید طراحی که اشاره کرد به این که احساب سیاسی رو وقتی حرف میزنن کرد و حرف میزنن میگن این تجزیه طلبه فلان بابزون، که خب بالاخره مشخصا میگن حمید طراحی بود که حقشون از وقتی حقشون ضایع میشه پایمان میشه حق دارن بشه. ولی میخوام من نظر حزب کمونیست کارگری ایران در مورد جدایی چیه؟ آیا راه دیگه هست برای یک پارچه موندن؟ آیا مستقیم میریم سر جدایی اگه کردها سرکوب بشن بلوچ ها سرکوب بشن؟ حزب کمونیست کارگری در مورد چی فکر میکنه؟ مرسی. ممنون. چرا تعداد زنها اینجا کم هستش؟ چرا تعداد پرسشگرهای ما همه مرد بودن؟ چرا؟ یه ذره به خودمون فکر کنیم. من فکر میکنم که باید یه مقداری اون فرهنگ پدرسالاری تاریخی رو به چالش بکشیم هممون در همه زمینه ها. یکی دیگه شما گفتید حق زندگی نداریم، ما حتی حق مردن هم در ایران نداریم. پدر من وقتی که رفت جنازه‌اش رو دزدیدن و ما مجبور شدیم که امضا کنیم که شکایتی نداریم تا جنازه رو به ما پس بدن. بنابراین ما در مورد یک رژیمی داریم حرف میزنیم که نه تنها حق حیات رو از ما گرفته بلکه حق مردن و کشته شدن هم از ما گرفته. و من فکر میکنم که اون سوال آخری مطرح شد که چه باید کرد. در ابعاد شخصی باید سعی کنیم که همچنان این محاوره ها و کانورسیشن ها رو ادامه بدیم و در ابعاد بزرگتر من فکر کنم که هر کدوممون مسئول هستیم که در مقابل اون برچسب هایی که داره همین جور با شدت و حدت به همه ماها به هممون داره میخوره و از این ور و از اون ور قضاوت میشیم ایستادگی کنیم، نه اینکه یک نفر، همه با هم. وقتی که اگر آقای مریدی بهش حمله میشه من مسئولم، اگر من بهم حمله میشه هم ایشون مسئولن. یعنی این یک هدف مشترک است، برای اینکه یک صدا که قطع بشه صد تا صدا رفته، هزار تا صدا. پس فردا اون شاپرک میخواد حرف، خودش گفت حرف نمیزنیم به خاطر اینکه میترسیم. خب این مسئله است. من فکر کنم باید به این مسئله یه ذره عمیق‌تر پرداخت. جناب مریدی عزیز، هرچند که بیشترین توضیحات رو خانم پوزر دادم، من فقط به یک نکته میخوام اشاره کنم در ارتباط با اصطلاح ماهیت سوالی که سوالاتی که دوستان فرمودن همه در واقع در یک چیز مشترک بودن. هرچند که ما ایرانی ها باید یاد بگیریم همدیگر رو همانطور که هستیم بپذیریم، سعی نکنیم که دیگری رو مثل خودمون بکنیم از نظر تفکر سیاسی و جنبه‌های گوناگون دیگه. اونجا که هستیم اون رو بپذیریم. مهاتما گاندی یک صحبت خیلی خوبی داره، شاید اگر شما شنیدید، میگوید که حرفش با هندوها هست، به هندوها میگه که اگر شما یک بچه مسلمان رو اداخت کردی به عنوان فرزند خانگی، سعی نکنید که دین اون رو تغییر بدید، اون بچه رو همون مسلمان بارش بیارید.
سعی دارم که اون رو هندو بار بیارم، باید خود هندو هست. خب معنای خیلی بزرگی در این جمله مهاتما گاندی هست. ما ایرانیان باید این رو یاد بگیریم که هممون اونطور که هستیم بپذیریم. یعنی اگر منی که لیبرال هستم با یک کسی که چه بودم سنتر طلبه، با یکی که کمونیسته، با یکی کاپیتالیسته، با یکی که فارسه، با یکی که ارمنیه، با یکی نبودم هر قومیتی داره در ایران، با هر انسان دیگری، اون انسان رو همونطور که هست بپذیریم و در ارتباط با ایران همه ما یک چیز رو درش مشترکیم. با هر تفکر سیاسی که ما داریم همه در یک چیز مشترکیم، ما اونم آزادی ایران، آبادی ایران و به استقرار حکومت مردمی برای 85 میلیون انسانی که در رام خاک زندگی میکنن. حول این محور همه جمع بشیم. الان عرض کردم دوره رقابت نیست، گرچه من میتونم افکار سیاسی خودم رو تبلیغ کنم، تشویق کنم، ولی موقع رقابت با دیگری نیست. الان همه حول همون محور بتونیم دوره هم جمع بشیم و رقابت رو در واقع معطوف بکنیم به رژیم جمهوری اسلامی. عرض من تمام. میدونم که همه مطالب زیادی دارن که اونها خانم شجریزاده فرصت خودشون گفتن که مثل که نمیخواهد در بیشتر بادم ببینید. خب وقت مثل که کمه، من باید سریع صحبت کنم. خیلی سوال ها شد. آقای هودشتیان فکر کنم مدرم اسمشون درست بگم اینجا صحبت کردن، گفتن که دموکراسی یه نظام شعور خیابونی نیست. من میگم دموکراسی هم نظام نیست، سرمایه‌داری نظامه. اگه بخوام عمیق‌تر بگیم و